مرگ و تباهی در سرزمین صحرایی لیبی. دیکتاتوری قذافی و رابطه‌اش با کشورهای مماشاتگر. قراردادهای نفت و سلاح. حاکمی مستبد، معمر قذافی. لیبی، اول سپتامبر 1969، روز سرنگونی. پس از کودتا بر ضد شاه مستبد، معمر قذافی، افسر 27 ساله به قدرت میرسد. شعار او حکومت اکثریت مردم است. از نظر من قذافی در سال 1969 گامهایی بر ضد عقب موندگی برداشت. اون دیده بود در حکومت سلطنتی هیچ پیشرفتی وجود نداره. در اون زمان کشور زیر نفوذ گروه‌ها و نظامیان خارجی بود. قذافی میگفت که میخواد این وضعیت رو تغییر بده. اون خودش رو سوسیالیست رفرمیست معرفی میکرد. با وجود سرنگونی سلطان ادریس، باز هم چشمان غرب به سوی لیبی دوخته میشود. چرا که لیبی دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز است. در آن زمان این کشور ششمین تولید کننده نفت جهان بود. حال پرسش اینجاست، آیا این ذخایر در خدمت مردم لیبی خواهند بود یا در خدمت بقای حکومت قذافی؟ قذافی همیشه فردیتی برتری طلب داشت. اون همیشه میخواست بیشتر از یک افسر ساده در ارتش لیبی باشه. قذافی خودش رو به فرمانده کل ارتقا داد، بالاترین رتبه نظامی در لیبی. غرب کمک‌های هنگفت نظامی به قذافی می‌کند. انواع سلاح‌ها و هواپیماها. حتی برخی سازمان‌های مخفی غربی در شناسایی و سرکوب مخالفین قذافی به او کمک می‌کنند. هرچه باشد، این کشور سرشار از نفت و گاز است. برای قذافی، غرب نوعی انبار سلاح پیشرفته به حساب می‌آمد. قذافی هر چی در کلکسیونش کم داشت از اون انبار تامین میکرد. اون پیشرفته ترین سلاح‌های ما رو دوست داشت، به ویژه هواپیماهای جنگندمون رو. ما سلاح‌هایی در دست این دیوانه قرار دادیم که باورش سخته. قذافی از احساسات ضد اسرائیلی مردم لیبی و جهان عرب آگاه است. بنابراین روی این احساسات سرمایه گذاری می کند. در این رابطه قذافی در پی اتحاد با مصر است که در جنگ 6 روزه از اسرائیل شکست خورده است. قذافی از اینکه خود را رهبر لیبی بنامد فراتر می رود. او خود را رهبر تمامی جهان عرب می پندارد. مانند تمامی دیکتاتورها، خودپرستی در قذافی بیداد می کند. البته در همه زمین ها. یک بار قذافی در برابر ما با محافظینش فوتبال بازی می کرد. محافظینش به شدت می ترسیدن توپ رو از قذافی بگیرن. اونم چپ و راست توپ رو وارد دروازه می کرد. تنها کسی که در تمام این بازی گل زد خود قذافی بود. به شدت هم در پی این بود که از چپ و راست ازش عکس بگیرن. تازه خودش رو هم مردم دوست جا می زد، با اینکه کسی از مردم لیبی اونجا نبود. نوامبر 1977 خبری شگفت در ترابلوس منتشر می شود. سادات رئیس جمهور مصر به اسرائیل پیشنهاد صلح داده است، آن هم با میانجیگری واشنگتن. قذافی احساس خیانت می کند، گویا سرمایه گذاری فریبکارانه او نقشه براب شده است. چرا همه چیز پیرامون سادات می چرخه؟ سادات دیگه کیه؟ این موضوع درباره حقوق عرب هاست، درباره حق مردم فلسطینه. چطور فلسطینیان میتونن سرزمینشون رو پس بگیرن؟ قذافی میفهمد که در تعادل جدید سیاسی دیگر نمیتواند از اهرام فریبکاری بر سر اسرائیل استفاده کند. راه جایگزین او راهی وحشتناک است. قذافی به ترور و کشتار در خارج از مرزهای لیبی روی میآورد. ما از اردوگاه‌های آموزشی در لیبی عکس هوایی داشتیم.
اردوگاه‌هایی که نه برای سربازان بلکه برای خرابکاران برپا شده بود. اونجا آموزش نحوه استفاده از مواد منفجره بهشون داده میشد. وزارت اطلاعات آلمان نیز یکی از ماموران مخفی خود را مأمور پیگیری پرونده ترور لیبی می کند. یک بار من خودم از یک اردوگاه بازدید کردم. اونجا صدها خرابکار از یک سازمان تروریستی حضور داشتند. قذافی به این تروریست ها نیاز داشت تا با ناامن کردن کشورهای دیگر قدرت خود را نشان دهد. برای قذافی تروریسم ابزاری بود تا بتونه به زور به چیزی دست پیدا کنه. ما لیبیایی ها برای جنگ آماده هستیم، حتی اگه خاک صحرا به آتش کشیده بشه. ۱۹۸۵ ترورهای خونین فرودگاه‌های جزیره مالت، روم و وین را تکان می‌دهد. بیش از 80 تن کشته می‌شوند. البته قذافی هم به این پشت گرم است که در زمینه تروریسم یک شریک دیگر دارد، دیکتاتوری آخوندی در ایران. همونطور که پیش از این گفتم، ما همه جا از این جنگجویان پشتیبانی می‌کنیم. در این رابطه که سلاح‌هایی که برای حمله به فرودگاه مورد استفاده قرار گرفتند از کجا آمدند، انگشت اتهام به سوی لیبی نشانه می‌رود، هرچند سندی در این باره پیدا نمی‌شود. 5 آوریل 1986 سالن موزیک لاب، مکانی برای گرد آمدن سربازان آمریکایی. انفجار یک بمب 3 تن را کشته و بیش از 200 تن دیگر را به شدت زخمی می کند. تروریسم قذافی به آلمان رسیده است. قذافی دقیقاً می دونست چی کار می کنه. اون می خواست با ضربه زدن به آمریکا کارش رو پیش ببره. فرمان ترور از لیبی اومد. دفتر لیبی در شرق برلین پشت اون بود. این یک عملیات انتقام جویانه بر ضد آمریکا بود. اما آمریکا هم تلافی کرد. کاخ سفید یک حمله هوایی به ترابلوس و بنغازی را سازماندهی و اجرا کرد. رونالد ریگان رئیس جمهور آمریکا فرمان حمله هوایی را صادر می کند. این آخرین اقدام وحشیانه رژیم تروریستی قذافی خواهد بود. جنگنده های آمریکایی از لندن به سمت لیبی به پرواز در می آیند. آنها اردوگاه های آموزش تروریستی و کاخ قذافی در ترابلوس را بمباران می کنند. تا 3 روز پس از این حمله کسی نمی‌داند آیا قذافی هنوز زنده است یا خیر. پس از آن قذافی خود را به رسانه‌ها نشان می‌دهد. او می‌گوید نای مرگ قرار دارد. پس از حمله هوایی آمریکا در سال 1986، قذافی ما رو به کاخ خودش برد و تک تک اتاقها رو به ما نشون داد، حتی اتاق خوابش رو، چون یکی از راکت‌ها به این اتاق خورده بود. یک سوراخ بزرگ در سقف ایجاد شده بود و تمام اتاق ویران شده بود. قذافی در حالی که عصبانی بود، اینها رو به ما نشون میداد. قذافی تلاش می‌کند از این حمله آمریکا استفاده کرده خود را مبارز ضد امپریالیست معرفی کند. من معمر قذافی ارتشی از تمام دنیا استخدام خواهم کرد تا بر ضد امپریالیست بجنگم و پیش از همه علیه آمریکا. این ارتش برای پاک کردن آمریکا همه جا گسترده خواهد شد. دسامبر 1988 کمی پیش از کریسمس مسافران پرواز 103 در مسیر آمریکا هستند. ناگهان تماس با این پرواز قطع می شود. یک بمب در هواپیما منفجر می گردد. هواپیمای بوئینگ بر روی دهکده لاکربی در اسکاتلند سقوط می کند. 270 تن کشته می شوند. تا
تصاویر منزجر کننده این جنایت به سراسر جهان مخابره می‌گردد. حال یک پرسش وجود داشت. آیا انفجار به فراز لاکربی انتقامی در برابر بمباران کاخ قذافی بود؟